نمایشگاه E3 2015 روز 16 ژوئن در محل دائمی نمایشگاه ها در شهر لس آنجلس شروع به کار کرد. در لحظه باز شدن این نمایشگاه جمعیت زیادی در جلوی درهای E3 ازدحام کردند که موجب شد تا با تأخیر وارد نمایشگاه شویم. اما بالاخره به داخل غرفه مایکروسافت وارد شدیم. اینجا غرفه شرکت مایکروسافت در نمایشگاه E3 2015 است، جایی که این شرکت بنا دارد تا از سری بازی‌های جدیدی که برای کنسول ایکس باکس وان طراحی کرده رو نمایی کند. بازی فورزا موتور سپورت یکی از محصولات جدید مایکروسافت است که برای کنسول بازی ایکس باکس وان طراحی شده. مهندسین تیم مایکروسافت استودیوز در گفتگو با صدای آمریکا گفتند که این شرکت برای ساخت بازی فورزای 6 بیش از 2 سال وقت صرف کرده است. نسخه تازه بازی فورزا دارای بیش از 450 اتومبیل اسپورت جدید است که در این بازی شبیه سازی شدند. مایکروسافت به ما گفت که این بازی قرار است در انتهای تابستان امسال به بازار عرضه شود. نمایشگاه E3 بزرگترین نمایشگاه بازی‌های ویدیویی در جهان است. در E3 بازیگران انواع و اقسام لباس‌های کاراکترهای مختلف بازی‌های ویدیویی را به تن می‌کنند و بین مردم نمایش می‌دهند. بعضی‌ها اسباب بازی‌های ارزان قیمت هدیه می‌دهند و بعضی هم از شما ممکن است دعوت کنند تا با این اسباب بازی‌ها عکس یادگاری بگیرید. دنیایی خیالی و زیبا برای کودک درون. بیشک سری بازی‌های هیلو یکی از پرطرفدارترین بازی‌های شرکت مایکروسافت است که در طول این نمایشگاه شاهد رونمایی از نسخه جدید خود بود. کریس لی، تهیه کننده سری بازی‌های هیلو، در گفتگو با صدای آمریکا گفت که مایکروسافت برای تهیه این بازی بیش از 30 ماه وقت صرف کرده و نزدیک به 1000 نفر در این پروژه کار کردند. شرکت سونی هم در طول نمایشگاه به طور گسترده مشغول بازاریابی عینک واقعیت مجازی خود بود که پروژه مورفیوس نام دارد. قرار است سونی در طول سال 2015 چندین بازی برای پروژه مورفیوس طراحی کند. شرکت الکترونیک آرتس هم در روز نخست نمایشگاه E3 از چند بازی جدید خود رونمایی کرد، از جمله بازی فیفا 2016 که قرار است 5 ماه دیگر به بازار عرضه شود. تهیه کنندگان فیفا 2016 به صدای آمریکا گفتند که زمان بسیار زیادی را صرف محکم کردن تاکتیک های دفاعی و همچنین قوی تر کردن خط میانی نسخه جدید فیفا کردند. مطبوعات فناوری دنیا روز اول نمایشگاه E3 را بسیار پربار توصیف می کنند. نشریه فوربز نوشت که رقابت شرکت‌های سونی و مایکروسافت دیگر تولید کننده کنسول‌های بازی یعنی شرکت نینتندو را به حاشیه رانده. نشریه آمریکایی دورج هم در مقاله‌ای به قلم کریس سیگلر کل ایده نمایشگاه E3 را ستود. آرش علایی، صدای آمریکا، لس آنجلس.